می‌خواندند که در آپارتمان ادرار می‌کند، یکی از نظریه پردازان جنگ سرد در آمریکا پر واضح است که با مجاهدین خلق و حاکمیت و آزادی مردم ایران تا کجا خصومت دارند. گفتگوها و معاملات پنهان آقای دوویلپن وزیر خارجه شیراک با خرازی در مورد سرکوب مجاهدین در فرانسه و دستگیری ها و خودسوزی های ناشی از آن نیز با جزئیات افشا شده و سردبیر وقت ژورنال دو دیمانش که در آوریل 2003 در تهران در این ملاقات حضور داشت کتاب مبسوطی در این زمینه منتشر کرده است. با این همه مجاهدین به یمن مریم و انقلاب درونی مجاهدین در مقاومتی سترگ و هفت ساله در زیر بالاترین فشارها و توطئه‌ها و ضربات مقاومت بی‌نظیری را در تاریخ معاصر ایران و جهان عرضه کردند. شگفتی نه در حملات و توطئه‌های ارتجاعی و استعماری و خنجرهای اپورتونیستی، بلکه در ماندگاری و پایداری پرشکوهی است که برگ درخشان و زرین تاریخ ایران است. هفت سال پیش در آخرین اجتماع مجاهدین در اشرف قبل از شروع جنگی که از قبل مشخص بود که رژیم چه بهره برداری های از آن به عمل خواهد آورد و در شرایطی که از چپ و راست بسیاری ما را به خالی کردن میدان فرا می‌خواندند، گفتم وقتی دیو تنوره می‌کشد، وقتی که دشخیم سر از پا نمی‌شناسد، رمز ماندگاری و اعتلا کلمه فداست و مجاهدین هم از بنیانگذارانشان تا اعضا و هوادارانشان در تمام ایران و در سراسر جهان با همه رزماوران ارتش آزادی این درس را به خوبی آموختند که تاریخ خلق و میهن خود را چگونه بنویسند. هیچ کس بیش از ما به خطراتی که از هر سو ما را در بر گرفته احاطه و اشراف ندارد، اما عزم جزم کرده ایم تا اگر زمان صد بار از این هم خطیرتر و پرفتنه تر باشد، با تأسی به پیشوای آرمانی من پیامبر جاودان آزادی حسین ابن علی درس های جدیدی از مقاومت و ایستادگی عرضه کنیم. ارتش آزادی بخش این سرمایه عظیم ملت ایران چون کوه استوار و سرفراز ایستاده است. بیچاره رژیم و گله های مزدوران دور و نزدیک چه خیال کردند؟ مریم و اشرف ثابت کردند که زمان صد بار هم اگر خطرناکتر و پرفتنه تر باشد تا پای جان ایستادند تا آخرین نفس. بله، اکنون پس از 45 سال که بر مجاهدین در میدان نبرد گذشته، به قطع و یقین میتوان گفت که این عالی ترین ثمره تکامل مبارزات مردم ایران از مشروطه به بعد در 103 سال گذشته است. از همین جا میتوان به پیروزی محتوم خلق قهرمان یقین کرد. به اذن تو خدایا، به سوی تو خدایا، و به طرف کوی خلق در زنجیر.
مقدمه. در علوم اجتماعی و دانش سیاسی هم مانند علوم طبیعی، کلمات و اصطلاحات اگر نخواهیم دینی و بی حساب و کتاب حرف بزنیم، معانی و مفاهیم و معیارهای شناخته شده خود را دارند. همیشه گفته ایم که خمینی در دنیای دجالیت و ولایت مطلقه فقیه قبل از هر چیز کلمه را ذبح و قربانی می کرد. کلمه سنگ بنای تکلم و فهم و آگاهی انسان است. پس کلمه دارایی و ویژگی ذاتی نوع انسان است. به همین خاطر در قرآن آمده است که خدا ابتدا اسمها را به آدم آموخت و علم آدم الاسماء، یعنی که به او آگاهی و شناخت داد. اگر ما اسم کسی را ندانیم، معنی آن این است که او را نمی شناسیم. احراز هویت فرد با شناسنامه‌اش به عمل می آید. در این صورت ما این فرد را می شناسیم که کیست و در چه زمانی و در کجا و از چه مادر و پدری به دنیا آمده است. یعنی فرد را با خانواده‌اش شناخته ایم. به همین ترتیب همه پدیده‌ها و اشیا هم شناسنامه و اسم خاص خود را دارند که به آن شناخته می شوند و با فرد یا شیء دیگر قاطی و مشتبه نمی شوند. از طرف دیگر هر کلمه و اسم آثار و خصوصیات و تاریخچه خودش را دارد. واژه ها و کلماتی مانند درد، رنج، فدا، قیام، مقاومت، انقلاب، آزادی، عدالت، صلح، برابری، عشق و یگانگی خلق الصائه نیستند، بلکه محصول هزاران سال تجربه و تاریخ بشریت هستند. با این کلمات بسیار بازی شده و باز هم بازی خواهد شد. شیادان مثل همیشه مار می کشند و هر کس را که بتواند مار را بنویسد و سر آن را به سنگ بکوبد به سخره می گیرند یا تکفیر می کنند. اما اگر اسمها و کلمات و شناسنامه آنها را بدانیم، دیگر آخوندهای حاکم نخواهند توانست ارتجاع دست را انقلاب و آن هم تحت نام اسلام غالب کنند. 31 سال پیش در 4 بهمن 1357 که 3 روز بود از زندان شاه در بحبوحه قیام مردم آزاد شده بودیم، من در اولین سخنرانی در دانشگاه تهران حرفم و شعارم از جانب مجاهدین این بود که پیروز باد انقلاب دموکراتیک ایران، پیروز باد انقلاب دموکراتیک ایران. در آن ایام جماعت خمینی به تازگی شعار انقلاب اسلامی می دادند. یکی از حاضران سوال کرد انقلاب دموکراتیک یعنی چه؟ جواب دادم یعنی انقلابی با شرکت مردم، یعنی با شرکت و حاکمیت تمام طبقات و اقشار خلق که یک نظام مردمی شورایی را تداعی می کند. در همین سخنرانی به صراحت گفتم من نیامدم اینجا که روند خود به خودی قضایا را فقط ستایش کنم. ما نیامدیم که آنچه هست و فقط هست تأیید کنیم. لختی هم باید به آن اندیشید که چه چیز باید باشد و چه چیز هم نباید باشد. آیا ما می‌خواهیم نسل ملعونی باشیم؟ نسل نفرین شده ای باشیم که فرصتها را از دست دادند؟ من و برادرانم نیامدیم به این دانشگاه، به این شهادتگاه و به این زیارتگاه که هر چرا هست، هر چرا خود به خود اتفاق می